بنامید خداوند بیندازم مهربان و با تقدیم سلام خدمت تمام شما حیزانه که منتظر این بودین برنامه خودتان آغاز شود و بالاخره انتظارتان به پایان رسید و برنامه رسم زندگی آغاز شد و نیم ساعت مهمان خانه شما حیزانه هستیم. پس چه خوب است تا دقایق پایانی هز برنامه ما رو همراهی کنید و تنها نگذارید. پل‌های ارتباطی برنامه در اختیارتان است، 48 کلید 47 و همچنان صفحه فیسبوک و برنامه. ما منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات سازنده تان هستیم تا بتانیم مطابق همون نظریات دیدگاهتان بهترین موضوعات را انتخاب کنیم تا هر طریق برنامه رسم زندگی تقدیمتان بکنیم. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر واژه انگیزه. یک موضوع خیلی مهم است که نقش خیلی زیادی دارد در زندگی هر هموطنمون و قرار است بحثمان را آغاز بکنیم با مهمان برنامه مان استاد عبدالسلام آشمی که ایشان استاد دانشگاه هستند در رابطه با این موضوع صحبت های می داشته باشند. جا دارد که یک یادآوری خیلی کوتاهی داشته باشم از شماره تماس برنامه 02201093. قبل از اینکه تماس بگیرین یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین و آواز تلویزیونتان را پخش بکنین تا صدایتان را به گونه درست در برنامه با خود داشته باشیم. سلام استاد، خیلی خوش آمدین، وقتتون بخیر. علیکم السلام. به نام آن که هستی از آن اوست، اولتر از همه درود بر سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و یک سلام برای شما و از طریق شما برای تمام بیننده های تلویزیون خورشید و خدا کنه که یک روزی خوبی را تا دم حال سپری کرده باشین. انشالله که سپری کردن و من خود تا این دم خیلی خوب سپری کردم استاد امروز. من خب استاد قسمت ما در ابتدای یادگیری کردم از موضوعی که قرار است روش من و شما بحث داشته باشیم. واژه انگیزه خیلی یک مبحث مهم است در زندگی هر نوجوان، هر جوان، اگر مقدمی داشته باشه. بشک موضوع بسیار خوبی را امروز انتخاب کردین. سلامت باشین استاد. واژه انگیزه که اصلا در اصل از کلمه موجب استخراج گردیده است که به معنای دلیل و یا سبب می باشد. حالا میایم یک تعریف کوتاهی از واژه انگیزه بیان می داریم که انگیزه به معنای عامل درونی که سبب حرکت یک انسان می شود و یا به عبارت دیگر میگیم که آن نیروی که سبب چی میشود و ما را سوق میدهد به طرف چی؟ به طرف موفقیت ما. ببینین بعض از اشخاص یک انسان زیاد موفق است و یک انسان موفق نیست. دلیل چی است که یک انسان زیاد موفق است و یک انسان موفق نیست؟ به این معنی نیست که موفقیت به این معنی که مثلا یک نفر زیاد دکترا داره یا مثلا ماستری داره و زیاد میفهمه، علم و دانش زیاد داره و او چی است؟ موفق است. دلیل اصلیه که انسان موفق می باشه، انسان موفق است و زیاد رشد می کنه در زندگی خود، او چی است؟ او از برکت واژه چی است؟ انگیزه است. انگیزه پیش هم یاد آور شدیم که نیروی چی؟ نیروی داخلیه که سبب حرکت یک انسان می شه. یک مثال می دهیم که چطور مثلا این سبب حرکت یک انسان در یک جامعه می شود. مثلا یک متعلم درس میخوانه، زیاد زحمت میکشه، تکلیف میکشه، در امتحان کنکور او چی میشه؟ بی نتیجه میشه و او میره یک گوشه را اختیار میکنه و در اوجه چی میشه؟ بس هم ناامید میشه. و دیگر دوست او میگه که خب وقتی که او را میبینه که در حالات بسیار خراب قرار داره، او را چی میگه؟ او را تشویق میکنه و با او انگیزه میده، میگه خیر شما میتوانین، شما بهترین هستین، هنوز وقت است، شما باید باز درس بخوانین و کوشش کنین. و اینمی که چی میشه وقتی که این گپا را برز او دوستش برش میزنه، او وادار به این میشه، میگه خب او همراه خود فکر میکنه، وقتی که فکر میکنه که واقعا ما وقت دارم یا مثلا اگر در دانشگاه دولتی نشد خب میخوام باید در دانشگاه هایی که دانشگاه خصوصی باید درس بخونه و یه چی میکنه؟ حرکت میکنه. حرکت به این میکنه که مثال میخیزه و او با خود یک تعهد میکنه، تعهد این میکنه که یا مثلا به دانشگاه خصوصی میره درس خدا آغاز میکنه و یا هم چی میکنه پس یک سال دیگه هم چی میکنه درس میخونه. اینمی حرکتی که سبب از این میشه که میخیزه و باز با خود چی میکنه؟ با خود عهد میکنه یا دانشگاه میره و یا باز هم آمادگی کنکور میخونه. اینمی چی است؟ این یک حرکت است و این حرکت به نام چی یاد میکنه؟ به نام انگیزه یاد میکنه که این سبب از این میشه که انسان در زندگی خود چی کنه؟ رشد کنه. حال میام صحبت میکنیم که چه قسم ما میتوانیم در زندگی خود انگیزه را چی کنیم؟ یعنی ایجاد کنیم و یک موضوع بسیار مهم است که زیادتر از هموطنان عزیز ما، یعنی بسیار زندگی که میکنن، زندگی به هدف پیش میرن، چی باید کرد که ما انگیزه ایجاد کنیم؟ انگیزه
مژده به معنای چی است؟ به معنای انرژی. ببینین اگر یک شخص غذا نخوره، یک چند مثلا یک روز غذا نخوره، او چی میشه؟ یعنی بسیار کسل میشه، او نمیتونه که مثلا سی کم انرژی میشه. او را پس چی انرژی میده؟ یا غذا یا هم از انرژی بابه که می نوشن، او پس چی میشه؟ پس انرژی میامه. امی انگیزه به معنای انرژی در زندگی یک انسان است. و ایره ما چه قسم می توانیم که انگیزه ایجاد کنیم؟ هموطنان عزیزی، بسیار آسان و وسیل است که ما انگیزه برای خود ایجاد کنیم. وقتی که انگیزه ایجاد کنیم، واقعا یک زندگی موفق داشته خواهد باشیم و این کار دشوار نیست، کار بسیار آسان و بسیط است که ما باید چی کنیم؟ باید بگیم که ما می توانیم. یک چیزی که ما شعار خود را باید بدانیم و بگیم که من می توانم. I am the best. من می توانم و من بهترین هستم. اول میایم که ما چه قسم انگیزه ایجاد کنیم. اولین کاری که بسیار زیاد مهم و ضروری است، انسان، هر انسان باید بر خود یک هدف تعیین کنه. انسانی که هدف من باشه و انسانی که هدف تعیین کنه، مثلا یک محصل است و میخواد که ماستری خود را حاصل کنه، یا مثلا یک تنامانه میگیم که محصلین، میگیم که مثلا مکتب، یک کسی است، یک دانش آموزی است، میخواد که دکتر شه. و این معنی نیست که بگیم که ما میخواییم دکتر شویم و باز خلاص دیگه مو دکتر میشیم. چی میکنن وقتی که میخواین که هدف تعیین کنین در زندگیتان و بر از این هدف حرکت کنین، امی حرکتی که شما میکنین، امی موقفی که شما میرسین، این امی چی هسته؟ یعنی زیاد مهمی که شما را، اصلی چیزی که شما را به هدف میرسانه و چی هسته؟ انگیزه تان هسته. باید چی کنیم؟ اگر انگیزه می خواهیم که ایجاد کنیم، اولین چیزی که در زندگی خود باید چه کنیم؟ هدف تعیین کنیم. مثلا می خواهیم دکتر شویم، می خواهیم وزیر شویم، می خواهیم هر چیزی که در دنیا هیچ چیزی غیر ممکن نیست، هر چیز امکان داره که شما شوین اگر شما بخواین. مثلا شما می خواهیم که دکتر شوین، پس به ای اول خود گفتیم که هدف باید تعیین کنیم. دومی که مثلا شما می خواهیم که دکتر شوین، یک شخص را الگویتان قرار بدین. شما مثلا اگر دکتر میخواین، خب شما دیدین یک دکتر به نظرتان بسیار خوب خورده است، شخصیت از شما زیاد یا خوشتان آمده. یا اگر میخواین که وزیر شوین، شما مثلا وزیر را دیدین که از کارهای شما را متاثر ساخته، اما اخلاق، کردار، شخصیت او چی شده، شما را متاثر ساخته. پس او را چی کنین؟ الگویتان قرار بدین. وقتی که او را الگویتان قرار بدین، شما اصلا بر خود یک چی میتین؟ یک انگیزه ایجاد میکنین. و مسئله سوم که مثلا ما میخواهیم که انگیزه ایجاد کنیم، باید یک دفترچه داشته باشیم. دفترچه چی؟ دفترچه از این که از موفقیت های خود که در قبلا ما چیز موفقیت های کوچکی که داشتیم، به طور مثال میتیم که یک محصل است، یک متعلم است، در صنف 5 یا صنف 6 اول نمره شده. وقتی که او اول نمره شده، او یک صحنه بسیار چی بوده؟ خوشاینده برز او، خاطره خوبی بوده، خاطره که هیچ نافراموش شدنی بوده. اما خاطره خب او سبب چی شده؟ او چی علت شده که او چی کرده؟ یعنی امو مرحله را ایجاد کرده. او چی است؟ او عبارت است انگیزه که مثلا امو تشویق کرده. پس او باید فکر کنه که ایونمو یک مثلا یک متعلم بودیم، اول نمره شدیم، ما وقت تشویق شدیم، پس او چی است؟ باید دیگه کار کنیم. اونمو چی است؟ سبب ازی است که بر ما انگیزه ایجاد میکنه در زندگی. پس چون بس بینده های عزیز همیشه فقط، خب همه گیم ما شما میدونیم، درک اینجا داریم و میدونیم که زندگی سراسر هست، خاطرات هست، و از زمانی که شما میخواین که همین خاطرات تان را در درج دیباچه تان بکنین، پس چی خوب است همیشه وقت از راههایی که شما توانستین که خیلی ها موفق باشین و خیلی ها خوب بدرخشین نوشته بکنین. میان برنامه و دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم، با شما خوبان برنامه هستیم. در ادامه برنامه خودتون، ادامه برنامه رسم زندگی هست و پس تا پایین هز برنامه ما رو همراهی کنید و تنها نگذارید. یکی در نخستین لحظات هز برنامه یادآوری کردیم در رابطه با موضوع امروزی برنامه رسم زندگی که برمیگرده بر انگیزه، استاد عبدالسلام آشمی که ایشان استاد دانشگاه هستند، در رابطه با این موضوع نکات خیلی خوب، مهم و اساسی را یادآوری کردن. خب حالا استاد بیاین اگر اشاره‌ای داشته باشین در رابطه با انواع انگیزه یا اقسام انگیزه. بسیار خوب، انگیزه به طور عموم به دو نوع تقسیم شده، داخلی و خارجی. حال میایم در باز اقسام دیگران صحبت میکنیم که او عبارت از انگیزه تشویق. یعنی چی معنا انگیزه تشویق؟ به معنای چیز؟ اگر ما مثلا فکر کنیم که در یک ارگانی که ما کار میکنیم، یک کارمند کار میکنه، ایفای وظیفه میکنه،
وقتی که ایفای وظیفه میکنه یک سال و یا اضافه تر از یک سال را در اوج سپری میکنن. وقتی که آنها سپری میکنن واس چی میشن؟ از طرف امو ارگان و یا از طرف امو محل کاری نه. که از او چی میشه؟ تشویق میشه یا مادی یا معنوی، مثلا یا رتبهش بالا میره یا پول نقدی یا هم یک سرتیفیکیت یا هم یک دیپلم برزو داده میشه. و تمو سرتیفیکیتی که تشویقی برزو داده میشه او چی است؟ ایجاد یک انگیزه میکنه و به خاطر از اونمو تشویق که مثلا در قبل دمو ارگان کسایی که مثلا تشویق شده به او چی میکنه؟ ای تف و تلاش میکنه و ای انگیزه را به نام چی یاد میکنه؟ انگیزه تشویق. کسایی که مثلا زحمت میکشن، تکلیف میکشن و بعدا او از طرف امو ارگان و از طرف از امو دفتر تشویق میشه و او را به نام چی یاد میکنه؟ انگیزه تشویق یاد میکنه. دیگه انگیزه چی هست؟ نوع دومی که هست انگیزه ترس. ترس به معنی چی هست؟ انگیزه ترس به این معنی است مثلا یک متعلم است درس میخوانم، پدرش میگه اگر شما ناکام شدین، اگر ناکام شدین مثلا شما رو چی دیگه باز یعنی در خانه نمیمانم، یا مثال رو یک کم میترسانه. امو ترس و حراسی که بر از او ایجاد میشه و از خاطر از امو ترس، از خاطر از امو حراس ما زیاد شاهد حال هستیم که زیاد است. والدین اما قسم یک شرط را میمانه با خاطر که یا درس بخونه. امو ترسی که ایجاد میشه و به خاطر از امو ترس او متعلم کوشش میکنه، زحمت میکشه، تکلیف میکشه و برزو یک انگیزه ایجاد شده به او رو به نام چی یاد میکنه؟ انگیزه ترس یاد میکنه که به خاطر از اونمو و به خاطر از او که او ترس، یا مثلا یک کارمند است در یک دفتر کار میکنه، در جریانی که کار میکنه او مشکلاتی به بار و اون مشکلاتی داشته میباشه یا نواقصی داشته میباشه، از طرف مدیریت برزو یک هشدار داده میشه و برش وقت داده میشه که مثلا در 3 ماه اخیر مگر شما در 3 ماه آینده اگر شما مثلا این مشکلات رو را حل کردین شما چی خواهد بودین؟ همینجا خواهد بودین. پس اونمو ترسی که به خاطر از اونمو ترسی کار میکنه، زحمت میکشه که تا چی کنه؟ اونمو زحمتی که میکشه و برازو چی هست؟ یک انگیزه ایجاد شده که تا اونمو وظیفه خود رو چی نکنه؟ از دست نده. او رو به نام چی یاد میکنه؟ انگیزه ترس یاد میکنه. و دیگر انگیزه به نام چی هست؟ انگیزه یا موفق کت. که مثلا اگر ما میخوایم کوشش کنیم، زحمت بکشیم، زیادتر از مردم، زیادتر از جوانان و اشخاصی میخواین که موفق باشه. به طور عموم بسیار از مردم، همه مردم میخواین که چی باشن؟ موفق باشن در زندگی خود، زحمت میکشن و این موفقیت یعنی سبب وقتی مثلا شما هستین در یک ارگان کار میکنین، میخواین که مدیر شوین در اوجه یا میخواین رئیس شوین، برای از اون که کار میکنین و اون موفقیتی که شما میرسین او چی هست؟ بر شما انگیزه میده، کار میکنین، زحمت میکشین، او رو به نام چی یاد میکنه؟ موفقیت، یعنی انگیزه چی؟ موفقیت یاد میکنه. و دیگه انگیزه قدرت است. انگیزه قدرت زیاتر از مردم خواهانی است. ما دو قسم مردم مثلا دو قسم است، یکی میخوان که در یک جایی که کار کنن میخوان که پول زیاد داشته باشن، ماش زیاد داشته باشن. او در قصه از این است که مثلا کار دیگه مردم زیر دست از او کار کنه یا کار فرما باشه. او بعضی مردم هست که میگن ما شما کم باشه اما زیردستان ما زیاد باشه، ما امر کنیم و ما باید یک لیدر باشیم. او چی هست؟ او را به نام چی یاد میکنه؟ او کوشش میکنن که به او قدرت برسه و مو قدرت برسه چی هست؟ انگیزه. بله، او قدرت طلب میباشه و مو قدرت به نام چی یاد میکنه؟ قدرت، یعنی به خاطر از او چی هست؟ برای او یک انگیزه ایجاد میشه و مو را به نام چی یاد میکنه؟ یعنی انگیزه قدرت. و دیگه انگیزه دیگه است که مثلا در اجتماع بودن، در اجتماع بودن، انگیزه اجتماع بودن. مثلا زیادتر از مردم در اجتماع که نباشن زیاد، یعنی زیاد استعداد دارن، استعداد نهفته، هر انسان از خود یک استعداد داره اما او را کشیدن، او را سر از او کار کردن، او یک کمی وقیر است و او چی است؟ اگر ما در اجتماع باشیم، در اجتماع بودن ما میتونیم که شخصیت خود را تفکیک کنیم که یعنی شخصیت ما چه قسم است و استعدادی که ما داریم در اوج چی در اجتماع معلوم میشه. اگر ما به تنهایی باشیم ما نمیتونیم که مو استعدادی که داریم، مو لیاقتی که داریم، مور ما نمیتونیم که چی کنیم، یعنی بفهمیم. وقتی که در اجتماع باشه مونمو چی هست؟ بر ما یک انگیزه میده و او انگیزه چی هست؟ او رو به نام چی یاد میکنه؟ انگیزه اجتماع. و آخرین نوعی که هست شگوفایی. شگوفایی هر انسان میخواه که چی باشه؟ شو مثلا یک استعداد خوب داشته باشه، در جامعه از او صفت شوه یا مردم بگه که این بهترین شخص است. و ای چی هست؟ به خاطر از مو شگوفایی چی میکنه؟ درس میخونه. خب اقسام مختلف که چی
کارها باید کرد که بو چی هسته، یعنی به مو شگوفا شوه و یک انسان چی شوه، یک انسان با شخصیت شوه و مو چی هسته او یک انگیزه ای که مثلا ما را به چی میکنه و یه وادار میواسه که مادار میسازه که ما چی باشیم، شگوفا باشیم و یک شخصیت آلا باشیم در زندگی خود، او را به نامش انگیزه اجتماع یاد میکنه. بله دقیقا، انگیزه همچنان هنو و اقسام مختلفه داشت. ما امیدین که همیشه فقط طبق این که خودمون چی میخواییم، خوان چی هستیم یا چقدر متوانستیم که هدفمندانه و پیش بریم، پس بین که همیشه وقت خودتان متوجه این نکته باشین، این که حالا چگونه میتونین که به شگوفایی برسین، چگونه میتونین خودتان بدرخشین با همان ایده هایتان، با همان افکارتان. خب حالا استاد، بسیاری از نوجوانان و جوانان وجود دارند در کشورمان در شرایط امروزی، درست است، انگیزه دارند در شروع کارشان، ولی زمانی که میخواین که همین کارشون را انجام بدن ولی نمیتونن، با همان شیوه هایی که خودشان میخواین به گونه های درستش بتمام برسانن، بعد از این که کارشان به تمام رسید و اینا ناامید میشن، امید خود را حزیز میتن، خیلی از این که دیگران بیای برای از اینا روحیه بته یا انرژی ببخشد یا به اینا انگیزه ببخشد، خودشان چقدر میتونه که توجه داشته باشن بر خودشان و دوباره انگیزه بر خودشان ایجاد بکنن. بله، موضوع خوبی را اشاره کرده. ناامیدی باز از زیادتر از جوانان کوشش میکنن که مثلا انگیزه با خود ایجاد کنن، اما آدم مثلا در محل کاری انگیزه ایجاد کنن یا مثلا میخواین مطالعه کنن، زیادتر از جوانان ببینین متعلمین محصلین زیاد کوشش میکنن که انگیزه ایجاد کنن اما نمیتوانن. جوانان هموطنان عزیز، هیچ وقت باید ناامید نشین. بزرگترین گناهی که در یعنی بزرگترین گناهی که هسته و چی هسته؟ ناامیدی است. ناامیدی سبب هلاکت یک انسان در جامعه میشود. ما باید از واژه ناامیدی باید بسیار چی باشیم؟ خدا دور نگاه کنیم. پیش هم یادآور شدیم که ما باید بگویم که من میتوانم. یگانه شخصی که شما را چی میسازه؟ امیدوار میسازه. یگانه شخصی که شما را انرژی میده، یگانه شخصی که شما را انگیزه میده، او خودتان هستین. خودتان باید زیاد همیش با خود یک عهد کنین که ما میتوانم، من بهترین شخص. شما اگر اشخاصی را ببینین، زیاد مردمای موفق را ببینین، در اوایل بسیار مشکلات را دچار شدن اما با مرور زمان وقت شدن موفق ترین انسان های جهان شدن. حال میایم که اگر انسان مثلا ناامید میشه در محل کاری خود، ما زیادتر از جوانان داریم که در محل کاری خود و چی میشن، یعنی انگیزه چه قسم بر خود انگیزه ایجاد کنن، و یا مثلا کسانی که مطالعه میکنن چه قسم باید بر خود انگیزه ایجاد کنن. اول میایم که موضوعی که بسیار مهم است و هر روز روزمره سر و کار داریم که او عبارت از چی است؟ از وظیفه ماست. ما مثلا که ما صبح بیدار میشیم به طرف وظیفه خود تا شام میه، باید چه قسم باید به وظیفه خود چی کنیم؟ انگیزه ایجاد کنیم. اولین چیزی که زیاد مهم و اساسی است او چی است؟ او محبت یا علاقمندی با وظیفه خود. اگر یک انسان با وظیفه خود علاقمندی نداشته باشه، انسانی که مثلا وظیفه خود با وظیفهش برش چی باشه، وظیفهش دلچسب نباشه، او چی میشه؟ او بسیار مشکلات مواجه میشه، به خاطر که هر روز او کار چی میشه؟ تکرار میشه. اولین کاری که ما میکنیم باید چی باشه؟ یک علاقمندی مشخص یا علاقمندی خاص به وظیفه خود پیدا کنیم. و ایره چه قسم ما باید بفهمیم یا چه قسم بدانیم که ما آیا به وظیفه خود علاقمندی داریم یا نه؟ اولین وقتی که ما صبح بیدار میشیم، وقتی که انسان هایی که صبح بیدار میشن او چی احساس افسردگی میکنن و می صبح که بیدار میشن خفه میباشن، او چی است؟ بدون کدام دلیل، نه کدام دلیل وجود داره، نه کدام یا نه کدام مشکل وجود داره، او چی میباشه؟ خفه میباشه. او خفه در اصل چی است؟ که وظیفه خود کدام علاقمندی خاصی نداره. دوم، وقتی که مثلا میان در وظیفه کار که شروع میکنن، در جریان روز واچی میشن، خسته میشن و طرف ساعت سعی میکنن که چه وقت ساعت پوره میشه، چه وقت 4 بجه میشه که مسجد برم. و دیگه مسئله ای که مثلا او چی هست؟ بی انگیزه ای هست که وقتی که رئیسش یک گپ میزنه، اون گپ رئیس سرش بسیار بد تاثیر میکنه، اگه او گپ خوبم میزنه سر از او بد میخوره. دیگه مسئله ای که همه شمی واژه ای که میگه هیچ زندگی هسته
این زندگی ما خسته کن شده، از این زندگی خود دل ما تنگ شده، این زندگی نه، باید ما چی باشیم؟ با امید باشیم، با خداوند چیزی را که زیاده آنه، ما باید چی باشیم؟ صابر باشیم، و چیزی که ما را زنده نگاه میکنه، چیزی که مانند اکسیژن در زندگی ما زیاد رول مهم داره، او چی هسته؟ امیدواری هسته. و ما باید میش چی کنیم؟ کسایی که مثلا وال چی هسته؟ کسایی که انگیزه دارن، صبح که بیدار میشن خوش خوشحال میباشن، وقتی که طرف وظیفه میرن وام بسیار چی میباشن، وظیفهش برش لذت بخش میباشه و همهش چی میکنه؟ از زندگی خود سپاسگزاری، یعنی از خداوند سپاسگزاری میکنه. اما وقتی که برای او داده شده او چی میکنه؟ از او برش خوشایند میباشه. دوم که در محل کاری که ما باید انگیزه ایجاد کنیم، وقتی که ما میریم در محل کار باید چی کنیم؟ امو لایف وظیفه خدا که مثلا ما لایه وظیفه خدا که چی کارهایی را باید من انجام بدم، چی کارا سبب از این میشه که ما در این وظیفه رشد کنم، سبب موفقیت ما در این وظیفه. باید او را ما بدانیم که صبح مثلا صبح وقت، اگر صبح وقت باشه با آن تایم آمدن، وقتی که ما میایم کار خود را صحیح درست انجام دادن، وقتی که کار خود را درست انجام دهیم اینمی بر ما یک انگیزه میبخشه. و دیگه مثلا یا امو کسایی که هست یا رئیس ما که هست، به او باید احترام قائل باشیم، چیزایی که میگه، چیزی که مثلا مفید است، چیزی که بس سبب ترقی و ایجاد چی میشه در وظیفه ما میشه، باید به او چی کنیم؟ کار کنیم. و دیگه مثلا در وظیفه خود باید ابتکارات کنیم. ابتکار مثلا هر آن شخصی که ابتکار میکنه، او دمو ارگان یا دمو جاگاه دمو جایی که هست، توجه مردم به او چی میشه؟ زیاد میشه. پس ما باید چی کنیم؟ ابتکارات کنیم در وظیفه خود، نوآوری کنیم. و این تنها به او ارگان یعنی مفادش نمیباشه، تو بر خود اصلا انگیزه میتی و تو خود را چی میکنی؟ رشد میتی در اوجا. وقتی که انگیزه ایجاد شد تو چی میکنی؟ سبب رشدت میشه و سبب موفقیتت میشه. یک چیزی که پیش یادآور شدم که موفقیت ما به چی هسته، یعنی اگر ما انگیزه داشته باشیم، اگر ما انگیزه نداشته باشیم موفق شده نمیتونیم. دیگه چیزی که ما باید وقتی که همراه اموجا همکارای ما که از باید به او رابطه بسیار حسنه داشته باشیم و ما کوشش باید همیش کوشش کنیم، سعی کنیم که اموجا به نام نیک باید یادآور شیم. هر وقتی که ما کار میکنیم به صفت یک کارمند خوب، باید امو واژه امو صفاتی که یک کارمند خوب داشته می باشه باید تو را کوشش کنیم که در جان خود جاگزین کنیم. و اگر او باشه ما همیش موفق می باشیم، تنها در اوجه نه و در دیگه جا. و ای در اصل تو با او ارگان یا با او دفتر کار نمی کنی، تو در اصل بر خود چی می تی؟ انگیزه ایجاد میکنی. و انگیزه تو رو چی میکنه؟ به موفقیت های بیشتر در زندگی چی میکنه؟ میرسانه. ما باید بسیار زیاد چی کنیم؟ کوشش کنیم. و دیگه مسئله ای که ما به خاطر سوالات خیلی زیاد است و بحث همچنان جالب شده، چون وقت برنامه محدود است و به تمام رسید، ناگزیر هستیم خدافیزی بکنیم از حضور بیننده های عزیز. ممنون از شما استاد حزی که تشریف آوردین. اگر حرف آخر باقی مونده بفرمایید. هدف ما فقط بر تمام جوانان عزیز، کسانی که متعلم هستن و محصل هستن، فقط و فقط یک شعار خودتان می بگوین که I'm the best، من بهترین هستم و من می توانم. اگر ما بگویم که ما نمی توانیم، هرگز ما را دیگه کس همکاری کرده نمی تانه. چیزی که ما را انگیزه می ته، شخصی که ما را انگیزه می ته، او خود ماستیم و همیش باید همین شعار ما باشه که من بهترین هستم و من می توانم. ممنون از شما استاد حزی که تشریف آوردین و همیشه وقت عشق بورزیم بر کارمون. این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعدی دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتون، همیشه شاد و موفق باشید.